من راستش بالا موندم یه بحث دیگه هم دارم، حالا کاملا متفاوت با این قضیه است، در بگو اعصاب چپه اگر وقت داشته باشه الان بگو. بگو من در مورد حالا همین کمونیست اگر اشکالی نداره، چون گفتیم بحثش رو تموم کردین، من فهم می‌خواستم بدونم آیا کمونیسم‌ها به آینده‌ای که توش ربات‌ها و ماشین‌ها هستن اصلا فکر می‌کنن؟ بعد خب توی این دنیا دیگه کارگر کجاست؟ و اصلا خب توی دنیایی که خیلی هم نزدیک هست ما به یه سری افراد خاص با مهارت‌های کاملا خاص احتیاج داریم. خب حالا یه مثال کارخونه دوچرخه سواری رو زدین، این توی این کارخونه دوچرخه سواری الان اگر توی قدیم شاد مثلا 1000 تا کارگر لازم بود برای تولید اون دوچرخه تمام اون مراحلش، خب الان فکر نمی کنم حالا بیشتر از 50 نفر احتیاج باشه، یعنی در حال حاضر با وجود ماشینا و سیستم و هوش مصنوعی و همه این چیزا. من فهم میخوام بدونم کمونیست به این فکر میکنه که چه جایگاهی داره توی این دنیا، توی دنیای هوش مصنوعی. نیلوفر من فکر کنم تو نمیدونم خودت میدونی، بذار من یه جواب اینو یه دقیقه بدم. نیلوفر دست گذاشتی روی یکی از بزرگترین ضعفای کمونیستی تو زندگی توی آینده نزدیک. خب به خاطر اینکه کمونیستی عقاید کمونیستی ارزش، یعنی فعالیت برای حقوق کارگر است، نه یعنی نه انسان، کارگر. خب و ارزش، یعنی مارکس و مارکسیزم تمام تاکید و تمرکزش روی یک ارزش کارگرها هست و ارزش کسایی که تولید میکنند و اینکه حق کسایی که نقش کارگری دارن و نقش تولیدی دارن ازشون گرفته شده، کسایی که سرمایه دارن حق اینا رو گرفتن. خب و ما توی ما تمرکزمون روی حق انسان به خاطر انسانیتشون، به خاطر انسان بودنشون، نه به خاطر کارگر بودنشون، نه به خاطر قابلیت تولیدشون. خب یعنی شما انسان باشین، هر انسانی باشین، چه کارگر باشین، چه سرمایه دار باشین، چه نه کارگر باشین نه سرمایه دار باشین، به خاطر انسانیتتون ما میخوام از شما دفاع کنیم و حق شما رو براش مبارزه کنیم. خب توی آینده بسیار نزدیکی که انسان نقش کارگریش کمتر و کمتر و کمتر میشه، این تمرکز رو دفاع از انسان به خاطر انسان بودنش خیلی مهم میشه و کمونیستی اصلا همین الانش هم البته یه عقیده بسیار شکست خورده هست، ولی دیگه کاملا بی ربط میشه موقعی که دیگه انسان آینده انسان کارگر اصلا نخواهد بود. خیلی کنده، خیلی ضعیفه مقابل ماشینا و خب واقعا نمیدونم حالا این طرز تفکر تا کجا قراره ادامه داشته باشه. یه صحبت کوچیک دیگه هم در مورد یکی از احزاب چپ داشتم اگه اشکالی نداره، من از همه معذرت میخوام. در مورد مجاهدین میخواستم بگم که لطفا توی آینده ایران دیگه ما رو اذیت نکنن و این نسلی که حالا سعی میکنه به یه آتئیست خودشو جا بزنه به عنوان یه طرف داره مجاهد، که خب رهبرشون هم اونقدر ظاهر نامتناسبی داره برای پرچم داره یه حکومت جدا از دین، فکر نمی کنم توی آینده فردای ایران بتونن طرفدار چیز داشته باشن جز همون افراد قدیمی و کسایی که توی سال 57 انقلاب کردن. و خب یعنی منظورم بیشتر اینه که خریدار نیست این طرز تفکر و این ایدئولوژی که دارن، و خب بیشتر یه جوری توی دست و پای این آینده فردای ایران زمانی که حالا گذر کردیم از حکومت جمهوری اسلامی قرار میگیرن. و خب لطفا نکنن این کارو، چون این نه به نفع مردم ایرانه نه به نفع ایرانه. و خب واقعا این بحث خسته کننده ایه که میان تلاش میکنن از خودشون یا از افکارشون دفاع کنن و از حقوق بشر رو بیارن داخل داستانای افکار پوچ و سنتی خودشون، افکاری که جواب نداده و خب همش هم باعث جنایت شده. خواستم از اینجا از این تریبون استفاده کنم. ممنون که وقت دادید. ممنون نیلوفر، کاملا قبول دارم. هر کسی دیگه اگه میشه صحبت های آخرتون رو هر کسی بکنین، چون دیگه بعد از اینم بگوید. من به نظر
نظرم این که مجاهدین بیان حرفاشونو بزنن و افکارشونو بگن خیلی خوبه، خیلی نشون میده که اینا کیان، خیلی به کارمون میاد. اتفاقا بیشتر خود اصلا یه دلیلی که مجاهدین خیلی نمیرن خیلی جا حرف بزنن همینه، همینه که چون میدونن تا حرف بزنن تمومه، یعنی مردم متوجه میشن اینا چه ایده ای دارن. آره اینم درسته، منم اینم قبول دارم. آخه واقعا خسته کننده، شبیه مثل اینه که مثلا پای منبر یه آخوند نشسته باشه، یکم خسته کننده است. یه دو نخپذیرم نیست، مناظره هم نمیان بکنن، مناظره هم نمیان بکنن، فقط میخوان سر رو تریبون فقط حرف خودشون رو بزنن. آره اصلا اینا خیلی نمیان، اینا اون مقداری هم که میان غیر از آبروزی چیزی نداره، اینا اصلا خیلی نمیان. آخه توی ظاهر یه آدم روشن فکر و یه آتئیست هم نمیشه یه همچین افکاری رو داشت واقعا، یا مثلا این افراد توی یه اشتباه محض خودشون رو انداختن یا دارن مخاطب و بچه فرض میکنن، که خب فکر میکنم الان حتی یه بچه توی ایران هم بدونه که چی میخواد و خب میدونه که چی رو نمیخواد. یه ظاهر آتئیستی و روشنفکری چون ظاهر مردم فریبیه، خب ازش استفاده میکنن دیگه، میان تو اون ظاهر، این فقط تو استفاده است و وقتی افکارشون رو میگن همه متوجه میشن که چیه داستان. اصلا رهبرشون کاملا نشون میده که چی هست چی نیستن، رهبرشون دیگه نماد همه تشکیلاتشون. نیلو فرخو واضحه بگو تو با روسریش مشکل داری دیگه، بگو دیگه راحت. صد در صد با همه، اصلا رنگایی که استفاده کردن خراب کردن رنگایی به اون خوشگلی رو کلا. اینا مسخره است، اینا دیگه شاید برای همون 50 سال 60 سال پیش کار میکرد، نه الان دیگه واقعا مسخره است. امیدوارم که جمع کنن تمام این بحثاشون رو. من مرسی وقت جاهدین رو دست کم نگیرید، اینا پول دارن، تکنولوژی دارن، همه چی دارن و باید جدیشون بگیریم و خطرناک. متاسفانه اینا توی آینده ایران فکر میکنم با تجزیه طلبا واقعا اونا کسایی هستن که ما خیلی درگیر پیدا میکنیم باهاشون، و اگه واقعا دلسوزن امیدوارم که سریعتر برن کنار. اگر دلسوزم من فکر نمی کنم، من فکر کنم اینا به فکر خودشون میخوان گنده کنن. بر همین آره. ولی خب مرسی نیلوفر جان، مرسی نوید جان، کسای دیگه هم حرف آخرتون رو بزنید. آرمین جان شما وقتتون بخیر. من میگم یه نکته راجع به کمونیستریا. باش اول نیلوفر ممنون از صحبتت، میریم سراغ نوید. نیلوفر روزه دیگه هم بیا، خجالت نکش. خب مرسی باشم. تو خودت دست کم نگیر، تو حرف برای زدن خیلی زیاد داری، حرفت هم جالبه. بعد میریم سراغ نوید. خواهش. بعد میریم سراغ والار، بعد میریم سراغ رابین، بعد میریم سراغ آریا، بعد میریم سراغ قاسم، هم میذاریم آخرش، میدونم صبرش زیاده. نوید تو بگو. مرسی مرسی. راجب چیزی که کمونیست ها خیلی روش تاکید دارن، حتی من کمونیست تو خانوادم خیلی دارم، اینا رو از نزدیک خشنگ میشناسم، و چیزی هم که میلاد روش خیلی تاکید میکرد موضوع انباشته سرمایه است. اینا با گزین، یعنی با مطرح کردن موضوع پوپولیستی به اسم انباشته سرمایه بیشتر طرف دارم جمع میکنن، چون این موضوع که مثلا یه عده سرمایه دارن یه عده پول دارن خیلی حرفای پوپولیستی که میتونه مردم رو جذب کنه دیگه. من ضعف اینا اینجاست که تنها راه پیشرفت اقتصادی انباشته سرمایه است، یعنی شما نمیتونی بدون انباشته سرمایه اقتصاد رو پیشرفت بدی. یعنی همون اتفاقاتی که تو شوروی افتاد اتفاقا اصلا به خاطر ملی گرایی نبود، به خاطر این بود که سرمایه ها از بین رفت. یعنی چون سرمایه‌ای در کار نبود، ریسک هم نبود و دولت تعیین می‌کرد کجا چه سرمایه‌ای بذاره و اون باعث می‌شد. ولی وقتی انباشته سرمایه باشه، دست شخص باشه سرمایه، اون موقع است که خلاقیت ایجاد میشه و تمام این تکنولوژی که میلاد ادعا می‌کرد که نه این محصول سرمایه‌داری نیست، اتفاقا محصول سرمایه‌داریه. اصلا سرمایه‌داری باعث شده که این تکنولوژی به وجود بیاد. فقط می‌خواستم بگم که موضوع انباشته سرمایه موضوع خیلی مهمیه که به نظر من
کپیتالیست‌ها باید ازش دفاع بکنن، اصلا هم ضعف نشون ندن. اصل داستان موضوع هم باشه سرمایه است. اگر هم باشه سرمایه نباشد نمی‌شود و تقسیم سرمایه باعث از بین رفتنشه. دقیقاً من اینو قبول دارم. اتفاقا خود حتی توی سیستم‌های کمونیستیشون هم اینا بالاخره همیشه مجبور میشن سرمایه رو یه جوری جمع بکنن، ولی اسمشو فقط عوض میکنن. نمی‌دونم چه، یعنی اینا بالاخره مجبور میشن منابع و چیزایی اسمشو میذارن یه چیز دیگه، ولی چیزایی که برای تولید داد لازمه همینه. اینا سرمایه گذاریش رو ببین تو سیستم‌های کمونیستی سرمایه گذاری وجود داره، بزرگترین سرمایه دارای مملکت دنیا. توی سیستم کمونیستی فقط اسم سرمایه عوض میشه، سرمایه خواهیم داشت. سرمایه گذارا اسمشون سرمایه دار نیست، سرمایه هم اسمش سرمایه نیست، ولی هم سرمایه داریم هم سرمایه دار توی سیستم کمونیستی. خب نوید ممنون. بلکه متأخر بود. اتفاقا سرمایه اون متمرکز میشه دست دولت، اتفاق بدی واسه اش میفته. دقیقا. نه شرمنده، من وسط طرفت میپرم به خاطر اینکه صدا تاخیر داره، از عم نیست که وسط طرفت دارم میپرم. دقیقا مشکل ما با سیستم کمونیستی اینه که اون دولتی که همه قدرت سیاسی رو داره الان همه قدرت سرمایه رو هم داریم میدیم همون جا دیگه. انقدر تمرکز قدرت یه جا میشه که احتمال فساد میره به 100%، احتمال دیکتاتوری هم میره نزدیک به 100% میشه. نوید حرف دیگه داری؟ تا اینکه برم سراغ والار. اوکی مرسی، تشکر. مرسی فعلا.